قانون‌های شورشی، گروهی که منافقین که چند سال قبل با اخراج از پادگان اشرف و اقامت موقت در کمپ لیبرتی مسیر راهبردی خود را تغییر داده، شیوه و روش دهی 60 را احیا نمودند. با حمایت مریم رجوی و با فعال شدن مبره‌های خاموش منافقین در داخل کشور، هسته‌های چند نفره موسوم به قانون‌های شورشی در داخل کشور تشکیل و شروع به فعالیت‌های خرابکارانه کردند. دستورالعمل گروهک منافقین برای هسته‌های داخل کشور ابتدا با یکان شورشی آغاز شد. مفهوم یکان از واژه ریاضی آن گرفته شده است. یکان در مقابل دهگان و صدگان. آنها بهترین راه برقراری ارتباط را در بستر شبکه های مجازی یافتند و توانستند با سوء استفاده از امکانات این رسانه ارتباطی پروژه اختشاش در کشور را کلید بزنند. در اختشاشات دیماه سال 96 گروهک فرصت ها و ظرفیت هایی را در داخل کشور شناسایی و به طور رسمی دستور شروع عملیات هایی را از طریق قانون های شورشی صادر کرد. این قانون ها متشکل از 2 یا 5 نفر از اعضای فرقه رجعی بودند. مأموریت های قانون های شورشی در 2 مرحله خلاصه می شد. مرحله اول شعار نویسی، تولید و توزیع تراکت و تهیه فیلم و عکس از اختشاشات. مرحله دوم آموزش های پارتیزانی برای تقویت قانون و تشکیل نیروهای مسلح شورشی، در واقع همان میلیشیای فرقه رجوی که در سال 1358 تشکیل شد. آنها در یکی از جلسات درون گروهی با حفظ روحیه و ماهیت تروریستی خود اعلام می کنند که تنها راه خارج شدن از بن‌بست فراخوان و بیانیه اقدام پارتیزانی و مسلحان است. سرپرهای نفاق که همان رابط منافقین در خارج از کشور هستند، تلاش خود را برای ارتباط گیری و ایجاد انحرافات فکری آغاز کردند. دموکراسی آزادی با مریم رجوی، دموکراسی آزادی با مریم رجوی.
می جنگیم ایران رو پس می گیریم. قانون شورشی 317. درود بر رجوی، مرگ بر خامنه ای. Thank you.
درود سلام بر خواهر مریم.